اینستاگرام قبل از هر چیز روز جهانی رقص رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. میریم که داشته باشیم کلاس امروز رو. یه لحظه اجازه بفرمایید. خب بریم که با هم شروع کنیم. خیلی خیلی خوش اومدید. همه بلند میشیم. میریم که با هم گرم کنیم بدنمون رو تا یواش یواش بچه ها به ما بپیوندن. بچه های من اومدین؟ سلام. سلام. درست شد. ما داخل لایف هستیم. مرسی که دیگه صدارم همه اومدن. خدا رو شد. خب بریم با هم گرم کنیم تا بقیه بچه هم بیام. شروع کنیم. بچه هایی که دارید از این برمیان تصویراتون داره دونه دونه وصل میشه. شب باورتون نشه. بریم. همه بار نیستیم. دستا بالای سر. دستا بالای سر. نفس فوت. دستا بغل بدن. نفس فوت. همه رو دارم میبینم. دستا کنار بدن. نفس فوت. همه دستا به کمن. بشینیم پاشیم. بشینیم پاشیم. پاها چسبیده. ریز به پریم. ریز 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 ریز. همه پا بالا. پاها پایین. پاها بالا. پاها پایین. دست چپ پای راست بیاین پایین. دست راست پای چپ بیاین پایین. دست چپ پای راست بیاین پایین. دست راست پای چپ بیاین پایین. دست چپ پای راست بیاین پایین. دست راست پای چپ بیاین پایین. سلام. میشینیم پا میشیم. میشینیم پا میشیم. دستا بغل بدن. دایره 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 دایره. دستا برعکس. دایره 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 دایره. همه یه ذره شروع میکنیم میدوییم در جا. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. بشینیم پاشیم. همه روی بار. همه دستا به میز و صندلی و بار و خلاصه هر چیزی که میتونین استفاده کنیم. میریم با هم اول یه سری حرکات گرم کردن رو روی بار انجام بدیم. بچه هایی که داریم اضافه میشین خیلی خیلی خوش اومدین. همین وریا همون وریا. بریم با هم شروع میکنیم. روی بار میایسیم. پاها موازی. همه روی کلوپه. برمیگردیم پایین. همه کلوپه. همه برمیگردیم پایین. پاها باز. همه یه پیه ریز. بر میگردیم بالا. همه یه پیه ریز. بر میگردیم بالا. همه پاهاشونو یه تاندو میکنن بغل. دو میتوان پوان. حاضر. دو میتوان پوان. دو میتوان. همه پا رو برگردون. پا صاف صافی. پا رو برگردون. پا صاف صافی. پا رو ولش کن. بیا خونه. پای چپی رو دو تا دست روی بار. همه دومی پوان پوان. همه دومی پوان پوان. همه دومی پوان پوان. دومی پوان. دومی پوان. دومی پوان. بذاری زمین خونه. همه پای راست بره جلو. وردار فلکس پوان. همه فلکس تو هوا پوان. بذار زمین برو خونه. پای چپ میره جلو. میدوه میره بالا. فلکس پوان. همه فلکس. همه پوان. میذاریم زمین میریم خونه. پای راست میره بالا. بچرخون. یک دو سه چهار. بذار زمین خونه. پای چپ بالا. بچرخونیم. 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 بذاریم زمین. بریم خونمون. پاها رو بستیم. همه دستا رو با غلوه. خودت رو نگه دار. بیا پایین. حفظا حبس. همه غلوه. بیا پایین. بشینیم. بلنشیم. مرسی از بچه هایی که تازه از راه اومدن. کسایی که تازه دارن با ما کار میکنن. مدینا هر تمرینی که انجام داد شما لطفاً دو دستتون روی بار بذارید. بچه‌های دیگه هم یک دست میشیم روی بار. دست چپ رو روی بار قرار میدیم.
تمرین پلیه رو با هم انجام میدیم. امروز تمرین پلیه‌مون چجوریه؟ نه که روز جهانی رقصه میخوام پوست بکنم، شوخی میکنم. ببین، دست رو میاری شماره دو، وقتی که هر کسی که میخواد یه دست داره دست سختشه کلن اینجا نگه داره. خب کسایی که اذیت میشن حتی دست رو میگیرن به کمرشون، قبوله. کسایی که حرفه‌ای تر شدن زرنگ تر با من میان، دست رو صاف میکنی، میگی یک دو، میگی سه چار. یه بار دیگه نشون بدم، یک دو، حالا سه چار. بعدش کامپلیه، این همیشه پایین، پا زمین، دست باشه، دگجه تاندو. پس میخوام که یک دایره رقص رو داشته باشیم، باشه؟ دایره دست رو بریم. اون موزیکو ترتیب تمرینم این همیشه است. شروع میکنیم، بریم با هم با یه آهنگ ناز. یه بریف بیری، دستتو میبری دو، یک پایین دو بلنشی، حالا سه پایین همه چار بلنشی، دستا سا کامپلیه، یواش سوسکی میری پایین، همه پاها زمین، دستامون باز دگجه تاندو. شروع، یه دونه پایین بلند شیم، دو تا پایین بلند شیم، دست و صاف همه کن، رفتیم کن دیگه پاشیم، دست رو به چسبون به هم، همه رو انگوش باشیم، بیان پایین دگجه تاندو، سکیه پای پنج. شروع، یک دو، اومد سه چهار، همه کامپیه خوشگل و ناز پایین، همونجا وایسا، اینجا پا زمین بلنشیم، همه میریم خلو به دستا، شماره پنج خودتو بگیر، برگردیم پایین، همه دست پپخ، حالا دستمون میره یک، همه دست رو با کنیم دو، همه صاف میریم جلو، دستمون رو باره همه کنیم، میریم جلو جلو جلو، کمر رو صاف، سرم پایین، دست رو بغل کن بیا بالا، همونجا وایسا. حالا یه دگجه تاندوی ناز میکنی، اولو تمام، دست عوض، بار عوض، عشق کردیم. ناز بود تمرین، سخت که نبود. آماده؟ ادامه میریم. شماره چپ، سمت چپ، یه بریف میریم، حاضر میشی، صفر یک بلنشم، دو بلنشم، صاف صافی همه الانش کن کن کن، همونجا بمون، پا زمین، همه صاف صاف میشیم، دوباره دست صاف صافی، دگجه تاندو، لبخند یادمون نره ها، بریم، یک دو سه چهار، دست صاف همه کند، رفتیم پایین، همه یواش بلنشیم، همه دگجه تاندو، برو سکیم پاها به هم چسب، حاضر بریم، میگیم یک بلنشیم، بریم پایین بلنشیم، دست صاف کن 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 کن، همونجا خودتو نگهدار، پا زمین بلنشیم، بفرما خلوه، همه خودمونو نگه میداریم، دستامون باشه. حالا دست صفر، دست میاد یکی یکی رو بار باشه ها، دست و دست صاف، کمر جلو، بود و برو پایین، دستت رو بار ها، بزار بار،
سر صافت نگاه کنه، دست جمع شه، من میام بالا، دستم یک، دستم سه، دست و پا بازده یجتان رو بفرما، یک از بار جدا شد، چپا نگاه درخن آزاد. میریم سراغ تمرین بعدی. ببین خوشگلای من، اول از همین که خیلی خوب بودا، باری کلا ببینی هیزای دلم این مثل مهنه نباشید هی بارو جا به جا کنینا، مجبورم مجبور یه جوری وایسین که هی مجبور جا به جایی نباشین راحت باشی. ببین خوشگل من، اول من میخوام بطمان تاندو رو از سنکیم برم. خب یه اگه خواستین بشین گوش کنا، ببین چجوریه تمرین. من میخوام بگم سری اولی که دارم از اول میرم، میخوام بگم یک دو سه چهار، ببین قشنگ با پاد بازی کن، یک دو سه چهار. خب پس چی شد؟ من میام میگم کی کمتر درد میکنه، این برای امروز کمتر درد میکنه. خب از مسائل واقعی رقصنده ها رو ببین، میگم چه بدن و درد، میگم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. آسون بود مگه نه؟ این که حله، این که سخت نبود. خب بعد چی کار میکنم؟ میرم کته، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، بعد میرم دقیقه، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. بعد که این کارا تمام شد، حرکتی رو میریم به اسم پسه پخته. پسه پخته خیه چیه؟ یعنی من بطمان تان توی جلویمو با عقبیم یکی میکنم میرم. خب کمرنور رو صاف نگه میداریم، دیگه بزرگ شدیم، ما اینجوری اینجوری نمی کنیم. خب صاف دینگ 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 دینگ، حله، اینو انجام میدیم. بعد دوباره همین سیستم تمرین رو الان دقیق رفتیم، بعد دادام میان، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. یه سوال دیگه، سر و من و دست و بدن چریختی است؟ من میگم که وقتی میری جلو سرت این بر رو نگاه میکنه، از من از بغل ببینی، وقتی که میری بغل روبرو تو نگاه میکنی، وقتی میری پشت یه سوسکی پایین، نبینم گردن و خمشا سوسکیه. خب خیلی اونقدر چیز نداره که تکون بخوره. حاضر همه روی باربار میستم، میریم بطمان تاندون با میرخ آماده بخوام بریم. اول بایسیم چپ روی بار بریم، صفر یک دو، همه یک دو سه پنج شیش هفت هشت، کته یک دو، منو نگاه کن الان دارم میرم کته، به به به، همه دقیق دقیق، همه رفتیم پشت، همه دقیق، همه پس پختق جلو، من نگاه پس پختق پشت، پس پختق جلو، همه اول وایسیم، همینجوری میمونین، آهنگ ادامه داره، از پشت میریم جلو، همه همونجا وایسن، لبخند آماده، از دقیق شو، همه یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، کته یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، دو یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، پس پخته برو پشت، برمده برو جلو، همه رفتی پشت، همه جلو اول، دست عوض بار عوض، همین کارایی که کردیم و این برده چه تمرین آسون بودا، بعدی سخشا بر نمیزنیم. حاضر همه یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، کته یک دو سه چهار، یک دو سه چهار،
همینجا وای میسیم دست برم گریه بار آماده باز کن ریف یک دو همه دقیق همه اومدیم خونه همه رفتیم دقیق باری کلا برگشتیم خونه همه کت رفتیم همه برگشتیم خونه همه کت رفتیم همه اومدیم خونه دوام یک دو سه چهار یک دو سه چهار پس پتر برو پشت همه منو نگاه کنن جلو بودو برو پشت بیا اول وایسا دست تای رو بار بردار سمت چپ رو نگاه کن نکته کسانی که مثل من باشون پرانتزی هستش خب سوای مسائل شیک بودن ما خیلی خفنی اینی که شما پاتون خیلی بیش از حد من بچسبونی اشتباهه طبق اون آناتومی بدنتون اگه یه ذره وسط پاتون فاصله داره اشکال نداره که هیچ کسی نگاه کنه میگه این شخصی که داره میرقصه بلده بدنشو نگران نموشین حله؟ پس پا پرانتزی ها توی شماره یک اگه یه ذره فاصله دارن ایرادی نیستا باشه یه کوچولو میمانه چه کوچولوه همونقدر که پاتون فاصله داره بفرمایی بشینی تمرین بعدی ما من درس دهم من میخوام چکار کنم؟ میخوام بتمان تاندو برم بتمان تاندو ضربان کشش اله بتمان تاندو میخوام برم آسنکیم در شماره پنجم خب من چجوری میرم؟ الان من توی دو شماره بتمان تاندو ها رو بستم حالا از این پوزیسیون کاری نداریم اینجا توی شماره میبندم میگم یک یعنی وقتی من میگم یک هر یک از یک دوم پلیس یک دوم تشکیل شده مگه نه میشه چی؟ یک دوم یک دوم یک دوم یک دوم یه ذره سریع تر پامونو باید بگردونیم باشه و باید توی تلاش کنیم که بتونیم توی حرکت همچین پا رو بگردونیم عشق کنیم خب اگه کسی یه ذره سختش بود اشکال نداره من دو تا میرم شما یه دونه بریم با همون دو شمارش که کمی قبل رفتیم اصلا اشکالی نداره ببین من خوش کرده من میخوام بیام بگم یک دو سه چهار بعدش چیکار کنم پنج شیش هفت هشت یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت دو دفعه تعادل شما توی پای پشته چرا؟ ملینای دیگه ملینای اصلا عادت نکردین همچه عجیب غیب تمرین میدم دو دفعه تو پشت میبندین چون جلو رو همه بلدن این پشت هم من دارم همه شرسی میکنم خب دو دفعه تعادل پشت میبندین بعدش میگم چیکار میکنیم فعلا این تیکر رو انجام بدیم با هم بچه ها دل بدین به کارا امروزی نمور تمرینامو فرق داره ولی سخت نیست قطعا از حسش برمیاریم که داریم انجامش میدیم خیالتون جمع بریم دست دو باشه همه یک دو سه چهار آی سلو کودو پیه جلو برگزن همه یک دوه جلو بالی کلا دو عقب سلو کودو پیه پشت بذاره سمی همه دقیقه خونه دقیقه خونه سلو کودو پیه پشت بذاره سمی همه دیگه پای پشتی تاندو پای پشتی ماش کنه خدا به بطمان ستونو دست بره بالای سر دست چپ رو بار دست راست بازشه یه قر بده رو بار برگرد پاتو درست کن یه بار قر بدم با دقت منو ببینی به قر میگن دو تورنه خب دو تورنه ای خدا این شکلی ببین نه اینجا بایستادم اسلو موشن تور منو نگاه کن پا من چسبیده خب من میگم دیش دیریب دیریب دی دوباره دیش دیریب دیریب دی دوباره دیش دیریب دیریب دیش دیریب دیریب دیش دیریب دیریب بوم دیدی تشبم چسبوندم پامو
دیدی معجزه نمیکنن، فقط دارن سریع انجام میدن. یعنی وقتی شما میبینید میگه چه پاش پن چسبید و چیکار میکنه؟ هیچ. با تقلب. نه شوخی میکنم، تقلب که نیست، اصلش همینه. لحظه آخر با تو سریع بهم چسبونی. حله. بریم اون یکی دست. همه روی بار. همه حاضر. دقت کردیم که حرکت و بتمان تان دو آن سنکیم فقط دوغ رفتیم. باشه شروع. باز میخوام دست روی بار دین دین برو. یک دو سه چهار دست رو ول کن، یه بلانس خوشگل پایین. همه یک جلو دو همه دقیق خونم، دقیق خونم، سولو کدو پیه باش همونجا باستا پایین. همه بیه ایشو تان دوشه بودو بالا دست تو ببر بالای سر. دست راست توی بار چپ تو باز کن، یه ده تقنه ناز بیا اون بری پایین. اومدی؟ پشتم دیگه چش نداره. نه بری کلا بری برگش. عزیزای دلم به فهم بشنید، میریم سراغ تمرین بعدی. بتمان جوته. خب بتمان تاندو جوت هست دادی، حالا اصطلاح اصلیش میگم بتمان جوته. چیه قضیه؟ بچه من ازتون میخوام همه دوری اصلیم، همه تشریف بیاریم روی بار، همینطوری که مرینا داره قرقرقرقر با مرینا این کار رو انجام بدیم. همه وای میستیم روی بار دو دستی، همه رو بار دو دستی. همه چیکار میکنیم؟ همه با مرینا پای راستشون بتمان تاندو میشه جلو، پارو میکشن، یه ذره سوسکی اندازه 45 درجه میگن زاویه میارن بالا، میارن پای، میارن خونه. این ردیف فود. حالا این بار میریم کته با مرینا. همه یک دو تو دو شماره وایسی، ببرش بالا، بیارش پایین، ببندش پشت سر. حالا یک دو ببرش بالا، ببرش پایین، پشت سر. یه بارم با چپ سری بریم. یک دو بالا پایین رفتم خونه، یک دو بالا پایین رفتم خونه، یک دو بالا پایین رفتم خونه. حالا بهش کم کنم، جارو پارو میندازم بالا، میام پایین، میرم خونه. چی کار میکنم؟ به نمای یواشش نگاه کنیم. دیشتیری دیرین دیدتیری دیرین دین. یعنی مرینا از این جاروه، ببین اینجوری با پاش داره جارو میکنه و میره بالا، از اون زمینش داره کمک میگیره. خب همه با من یه بار انجام میدیم. همه بنداز بالا یهو، بذار پایین برو خونه. همه برو بغل یهو، بذار پایین برو پشت. باریکلا پشت یهو، بذار پایین برو خونه. حالا چپ بره بالا، بیا پایین برو خونه. همه چپ بره بغل، بیا پایین برو پشت. همه چپ رفت پشت، بیا پایین ببندش. حالا یه دست میشیم. من میخوام ازتون توی چهار شماره به این صورت. یک ببین یعنی گفتش، یک تو برو دیگه، من نمیدونم. خب شوخی میکنم. یک دو در پس. خب سه نه چی میگن؟ سه بذار پایین، چهار برو خونه. خب اونایی که خیلی باحال ترن و حرفه‌ای ترن و اینا بگن یک دو سه چهار. اونایی که سختشونه بشمنن یک دو سه چهار. خلاصه چه شما این پا رو بالای شماره نگه داشتی، چه نگه نداشتی، گفتم سه میزنی زمین، چهار میری خونه. چهار تا چهار تا میشمانم تمینا. دو تا بتمان جوته جلو میرم. خب دو تا بتمان جوته بغل، دو تا بتمان پشت پشت. هشت 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 چهار تا سی و دو تا. خب سی و دو تا که اینو رفتیم بر میگردیم همینو. حله. بریم. همه دست چپ روی بار آماده وایسی روی پوزیسیون سنکیه. شروع میکن. چی بذارم خدا رو خوش بیاد؟ 32 بریم، 32 بریم، 64 بریم دیگه، 32 حال نمیده. بریم. نه 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 اجازه. یه لحظه وایسین، اینا آهنگامون تون میزنه، من یه ذره سوسکی تر میخوام.
بریم. دست یک دو، همه یک دو سه، پایین چهار خونه، بازم یک دو، پایین خونه، کته یک دو سه چهار خونه جلو، یک دو سه چهار خونه پشت، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خانم راستت که پشت ماشونه، جلوی و بلانس بیاد، بذار پایین، بفن پایین از پشتی، همه یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، بقید یک دو سه چهار، بقید یک دو سه چهار، جلو یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، راست باش کنه پشتیه رو بیا بالا، باز دا برامز نفس بود بیان پایین. قبل از اینکه اون برای انجام بدیم این کلت قور بزنم. ببینیم من میتونم که بیام این شکلی وایستم، یه لحظه خوب من نگاه کن، این شکلی وایستم، خب ببخشید الان تو روم بریگا، ولی خب ببین اینو بده تو، خب نه که کچی اینجوری وای نستیم، این اصلا نابود میکنه کمر رو، بادر رو بدش کن، خب این غلطه، ببین اینو میگی تو، اصطلاح میگن دنده هاتون داخل باشه، متوجهی؟ نده بیرون، این اشتباهه. گرفتی چی شد؟ پس نگاه کن، بازم رون به دیوار، این شکلی نیست، این توه، توه، صافم، 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 من صافم، اقراق آمیز وای نستیم، حله؟ بریم این بری، دست عوض، بار عوض، خوش اومدیم. بچه هایی که این بری نه تصویرتون میره میاد ولی بس میشونه، نگران نباشید. شروع کنیم، آماده، دست راست روی بار، همین کاره که اینجا کردیم میریم. امروز خوند و جامعمون یه ذره سه بخشیه، یعنی که یه ذره سخته، یعنی واقعی کلمه، ببینید سختیش کجاست، قاطی نکنیم بخشای مختلفش باشه. من ازتون میخوام میدین که به فقطیون داره، ولی ما میدین که فقطیون داره نمید. ما بگیم یک، بگیم دو، بگیم سه، بگیم چهار، بگیم یک، بگیم دو، بگیم سه، بگیم چهار، بگیم یک، بگیم دو، بگیم سه، بگیم چهار، بگیم یک، یهویی دو سه چهار. من ازتون میخوام رو این تمرکز کنین که اینو خم کنین، اونو صاف کنین، خب قاطی هم نمیشه، به جای که بگم یک دو میگم یک و انجامش میدم. خب بعد اینکه این کارو کردم چیکار میکنم؟ یه حرکت جدید میرم،
خب بستم دیگه. چی بود؟ از اینجا که اومدم بستمش. میگم یک، یه سوسکی اونجا نگاه میکنم همچین، یه ذره میرم عقب دلبری. دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، بلندشم هشت خونم، یه دونه رو اضافه کردم. پس یه بار دیگه توضیح بدم فرقش با همیشه چیه. خوشگلای ملینا، فرقش با همیشه اینه که توی سری از حرکات من صاف و صوفم، اصلا بالا تنم نبرتکون بخوره، سلام علیکم، اصلا بالا تنم. ببخشید بچه هلو، اگه بچه اسکاپ قطع بست میشن و اینا دیگه اینترنت دیگه میدونین دیگه. اگر که من توی سری از حرکات صافم، خب توی سری از حرکات باید یاد بگیرم، مخصوصا استلام میگن آفوندو، یکی از پاهات خمه. خب ببین من شما اگر بغل ببینی من شکلیم دیریشتی، میگم چی؟ میگم دیریشتی دی دیریشتو دو، میبینی؟ یه دلبری خاصیه. خیلی خودمونی توضیح بدم، اینجاست که خم میشی رفتی عقب و اینا. حله؟ قبوله؟ بلرشیم. هر کسی که سختش بود قول میده چکار کنه اون تیکه رو وایسه نگاه کنه. قول؟ قبول؟ بلرشیم. بلرشیم. جا. اوکی همی چی؟ بریم عزیزه دلم. بلرشیم. بلرشیم. وای میسیم دست چپ روی بار. آخش. همه یکی. همه دو. همه سهیم، همه چاریم، همه پشتیم، همه بغل، همه جلو، همه خونه، همه یکیم، همه دوییم، همه سهیم، همه چاریم، همه همون جا بایسیم. بفرما پیه بوتان دو، حالا سوسکی، برو عقب، برو جلو، برو عقب. دست برگرد خودتم، برگرد همونجا، پاد صاف بیا خودت، تموم شد، برو بالا، یه بالا به خوشگه، خودتو نگردا، خودتو نگردا، دست باز شه، بیا پایین، با ملینا دستشو بیم، دستا صاف، دست از اینجا بیا بالا، قهر باشه با هاتا، قهر، 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 حالا آشتی، حالا برم نگاه، برگرد بالا، دست برگرده بره پایین، کف دست باهات قهر میاد بالا، آشتی برو راست، برگرد سر چات، همه با ملینا یه پارو بفرستیم جلو، پایی که روشی خم، دست بالا، خودتو یه روشو بکش تموم، کمر صاف، همه باشیم، همه دستا پرپرکسیون بدون بار، بریم بالا روی پامون، سمت راست رو نگاه کنیم، پاها رو وا کنیم، بیان پایین. مرسی. یه چیز رو توضیح بدم، ببین توی دست، چون که دنسر مثلا شما ویدیو داری نگاه میکنید دیگه، من داری گوشی میبینید دیگه، مگه نه ما شاید این متوجه نشین توی ویدیو. ببین هیچ موقع به خصوص تو این اصلاً پخت و پخایی که به سمت کته میره، خب دست من اول سمت که جرد دیگه نیست، صاف صافیه. هر جا ملینا گفت صاف صافی، کف دستای ملینا داره پایین نگاه میکنه، گردالیم، صاف صافیم، دیدین؟ ببین این دست من صاف صافی میشه. خب از صاف صافی یه دقیقه خوب گوشیار رو نگاه کنی، من یه نگاه کنی، ببینید مثلا من میخوام برم سمت با، ایشون صاف صافیه، میاد 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 میاد، لحظه آخر گر میشه، بونگ، میرم پای، میام دوباره میره سر جاش. خب ایشونی چی؟ ایشونم صاف صافی میاد 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 گر میشه، من میرم این بر در میگردم. این از کجا میاد؟ از همون جایی که وقتی ما به کامپلیه میریم میگم بچه ها الانشه صاف صافی کامپلیه، دیدی چی شد؟
توی یک سری از جا به جایی شما دستاتون صاف داره جا به جا میشه که من خواهی کمتم یادتون بدم. خب پس این حواستون باشه که صاف صافی داریم انجامش میدیم، گرد نرید بالا، اصلا یه همچین چیزی وجود نداره. خب برگردیم دست عوض بار عوض. خب بریم یه بار دیگه هندوژان انجام میدیم، عشق کنیم. بودو 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 دست راست روی با شماره یک، دست صفر، یک دو باز همه یکیم، همه دونیم، همه سریم، همه چاریم، همه یکیم، همه دویم، همه سریم، همه چاریم، همه یکیم، همه دویم، همه سریم. دست صاف اینجا صاف بایسا بیافته یه ذره اینجا رو یواشتر بریم، حاضر یواشتر بریم، ببین بشین برو جلو آروم یواش دستتو وا کن، برو پشت بیا جلو، برو پشت بیا جلو، دوباره پشت پات صاف بیا خونه، تموم شد بدو بالا دست باشه، دستا صاف صافی از دست چپ شروع کن، صاف میام بالا نگاش کن، حالا قهرم برو و برگرد دستت باشه، دوباره دست نصافه، دوباره میری بالا، لحظه آخر دست برگرد، من میرم پایین میام بالا، دستت روی بار حاضر، یک دیگه کن یه تاندو کن یه ذره همچین، برو عقب آخش دست صاف شو صاف شو، حالا با من دستتو بذار به پرنسیان، بیا یک نفس بکش دو آروم بالا، خودمون نگه میداریم لبخند میزنیم، این شونه رو بیار پایین، آخش دستتو وا کن صاف صافی کن، بیا پایین گردش کن. مرسی. یک مسئله دیگه هم بگویم، نه واجبه این بود که آها ببین ما توی رقص ایرانی خب شونه مگه نداریم؟ خب یه دقیقه ببین این شونه است دیگه، خب اینو میاری بالا میدی عقب، جون دلم بفرمایی بفرمایی سوالو، ببین اینو یه ذره میاری عقب، بازم نه اقراقا میزا، این نیست، این نیست، این واسه سرباز ارتشه، این نیست. خب چند بار من باید بگم اینو، ببین این شونه یه ذره میاد عقب پایین میمونه، ولی تو همچنان صافی، همچه اوتو کشیده به نظر میای، متوجه شدی؟ اینو حواستون باشه وقتی که داره شونهاتون میره بالا، انگار دو تا وزنه سنگی رو شونه است، خب نباید اینجوری بشیم، باشه؟ این شونه پایینه. آخیش سوال پرسین چی شده؟ هم این ور سوال دارن هم این ور. این هندو جانبه رو بگم درسته؟ یه بار دیگه هندو جانبه هم نشونم یه تیکه بود، شما بپرسین عزیزم، شما هم بپرسین، بچه این بر رو میخوام ایسی توضیح بدم دوباره. من ملینا جون من همیشه دست راست و چپ رو قاطی میکنم. من هم قاطی میکنم، اون اشکال نداره. سوال بعدی. خب یعنی منظورم اینه که با وقتی که یه دستی میخوام برم با دست راست، آخه یه چیزی بگم، ببخشید من دویدم وسط حرفتون ها، شماها دارید من برعکس میبینین، بگید خب خیلی طبیعیه قاطی کنید، متوجه شدین؟ شما اگه کاری که من دارم انجام بدم مثل آینه انجام بدین، کاملا راست و چپ برعکس میشه. ولی توی اینجا من یه قانونی رو بگم، چه دست راستمون روی باره چه دست چپ، من همیشه اول میرم سمت بار، خب هر جایی که بار بود دیگه اصلا راست و چپ رو ولش کنیم، قبوله؟ حله؟ این یکی رو برگردونیم، گرفتین چی شد؟ این فقیاتون باشه کافیه. یه چیزی هم بگم، قانون دانس اینه که توی باله ما اول سری راست رو بریم بعد سری چپ رو، خب ولی تازه داریم یاد میگیریم، اگه قاطی شد اشتباه شد این معبه شد فرق سرتون ها، باشه؟ اصلا نگران نباشیم. خب فقط سعی کنیم دو تا طرف رو انجام بدیم. یه بار دیگه من حرکت اصلی توضیح بدم. ببین خوشگل من، ما یه خوندو جام به آفوندو داریم که اگه من تو سانت باشم یه همچین شکل و شمایلی داره. خب حالا
توی یه سری از کوریوگرافی ها میاد یه ذره همچین، خب یه ذره سینه هست برتر رو به سقف، کمر بر نگشته ها، ببین سینه فقط، خب بعد وقتی میره پشت یه ذره برمیگرده، دستش هم برمیگرده، دوباره وقتی میاد جلو این شکلی، دوباره وقتی میره پشت این شکلی. این یک حرکت اصلی نیست، یعنی توی کتابی که مثلا واکنی یا سیلابه ننوشته فوندو جان فوندو دیدیدیده، نه، این یک عدد کمبیناسیونه، مثلا این عدد حرکت فرعیه. یه بار دیگه هم نشون دارم من سراغ درس بعدی. ببین خوشگله من، مگه ما فوندو جان فوندوی نداریم؟ خب که صافیم و صوفیم و امن و امانه. اصل خوندوجام اینه که ما به این قابلیت برسیم که یه تیکه بریم بیان، اینو که بدونیم، حالا بهش هم میرسیم، یه سری تمرینه که اصلا مجبوری میکنه انجام بدیم. اینجا من آمدم یه دونه مدل دیگه رفتم که گفتم وقتی که من جلام یه ذره همچین، ببین خط بدن من تو دوربیناتون میبینی؟ دیدی هیچ رفتی به انعطاف و من چقدر قشنگم و اینا نداره ها، خط تو باید مثل هندسه رعایت کنی، انگار نقاشیه. خب رفتی پشت این شکلی میشی، باز میبینی خط بدن ملینا رو؟ اینو من ازتون میخوام کم کم بیام روش یاد بگیریم. چرا؟ چون توی دانس خیلی خوشگل میشه، گرفتین؟ حله؟ ولی اصل خوندوشان کدومه؟ همونی که اینجوری میریم و میایم و همه چی امن و امانه. حله؟ یاد گرفتیم؟ بریم درس بعدی. بچه ها همه دوتا دست میشیم مجدده هم میخوایم خوندوشان به آنیخ بریم. خب من یه ذرهش هم یه سری از بچه ها حالا لگنه خیلی باز نیست و اول کار و اینه، از همه میخوام که همه دو دست بیان. باشه بریم با هم، اجازه بدین موزیک ناز بذارم. اول من این گندوشام آنف هم میرم، اول خواستم فندو رو برم، اول تا تو گندوشام هم اینو بریم، اونی که رو هوا، همه راست بالا، همه صاف همون میاد. خوش کرد من اگه سخت آلو بیم یه قر بده بیرون، مرسی، صاف بیان تو همون جا بایستم، قر بدم بیرون، دوباره بایستم، حالا قر بدم تو، قر بدم تو، صاف بیرون، صاف بیرون، قر بدم تو، صاف بیرون، بذارم زمین، ببندم پای چپ، حاضر؟ چی کار کردم؟ یه خواهش کنم بچه ها، ببینید شماها برید نگاه کنید توی درسنامه مثلا ریدیو اینا، این خوندوشامه رو خیلی ساده تر از این حرفا میگیره، زندگی رو اصلا در دایره میزنه، شوخی نمی کنم. خب توی وگنوا میگه یک عدد دی میکشم، یه بار دیگه من لطفت واقعا نگاه کن، ببین دی میکشه، صاف میاد تو، قر میدی بیرون، یا قر میدی بیرون، صاف میاد تو، به هیچ عنوان پشت نمیری، یا به هیچ عنوان پشت نمیده، قول بدین. خب چون آسیب میزنه، اینی که گفتم جدی بود، یعنی سکس داره گیر میدم واسه خودتونه، باشه، به هیچ عنوان پشت نمیرم. پس من چیکار کردم؟ من اومدم پپقاسیون انتقال وزنم رو ردیف کردم مثل همیشه، بردم بالا، صاف پامو آوردم تو، قر دادم بیرون، قر دادم تو، صاف بردم بیرون. دیدی عقب نمیریم؟ عقب نمیریم، قبول 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 قبول، وایسیم روی بار، یه بار دیگه پای چپشو بریم، حاضر؟ بعد بریم فوندو و فرپه. همیشه سر کلاس باید اول فوندو رفت بعد خوندوشام. چرا دارم الان بینم؟ چون تو خوندوشام بیم امروز هم حرکت جدید داشتیم، پاسی پاسی زیاد نشه، به تمیز بریم، تشخیص بریم، بریم برو بقل، برو بالا، حاضر، صاف بیام تو، وانیستم، یواش قرش میدم بیرون، نوک پاس، صاف بیام تو، قر میدم بیرون، همون خودتو نگرد، دوباره قر بده تو، صاف بیرون، قر بده تو، صاف بیرون، دوباره قر میدم تو، نه صاف بیرون، میذارم زمین، جمعش میکنم، آزاد بشیم زمین. این حرکت چرا من اینقدر روش تاکید دارم با اینکه تو خیلی کلاس هم استفاده میشه؟ کمک میکنه بدن به چرخیم، روش بگم با سمدم اینقدر من جوز دارم روش، بشین روی زمین یه لحظه قبل که حرکت بعدی انجام بدی، بشین روی زمین، دست پشت کمر، خب
فلکس پوینته. فقط من خواهش همین اون برای را کنی یه دقیقه من نگاه نکنی یه زب بالاتر نگاه کنی آسان باسم آخیش پاتو بگیر سمت خود فلکس پاتو ببر جلو پوان حالا دستاتو سور بده روی زمین همون جور که پات پوینته برو جلو بگیر پاتو خودتو بکش ببین من نه کمرم رو بردم پایین نه خودم رو صاف کردم نه درس انعطاف داریم خستگی رو در میکنیم پا رو صاف میکنیم انگشته پا رو میگیریم لطفاً پاتون رو کنیم کمر آزاد نفس فوت نفس داخل فوت بیرون باریکن حالا همینجور شما رو زنید بشینید من بقیهش رو بگم میخوام فوندو برم خب چی کار میکنم با پپقتیون میرم چرا؟ چون که همون لحظه انتقال وزن انجام بدی خود و وسط تمرین من نگم که ای پای چپه پای راسته از اون لحظه ای که من دستم روی ایشونه ایشون رو بردم بیرون نگاه کن بدینا رو کشتم خودم با اینا دیدین ببین الان وزنم روی دوتا پامه خب میرم روی این دقت کن من اینجا وایستادم ببین اومدم این برتر دیدی چرخش سوسکی کمر منو بعد تاندو میره بالا تا جایی که راحتم خب میگم یک 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 دو 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 خدا نگهدار بعد اصلا میرم دو تا پا حله بریم شروع دست چپ روی بار راست همه سر همزمان دو دیم برو بالا یک پایین دست یک دو برو صاف شو دوباره میرم پایین دوباره خوشگل و ناف صاف شدم دست آرش میره پایین خوشگل و ناف صاف شدم دست آرش میره پایین خوشگل و ناف صاف شد بزا زمین جمع کن با ملا همه گیه تاند ماچ کن خلوه دست باز پایین بطمان سوزونو میریم گیه تاند ماچ کن سمت پشت بالا برو دستت باز دستتو بکش یه دیگر تاندوی ناز کن متشکرم یه بریف میریم دست عوض با عوض بودو 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 بریم همه عوض شدیم همه حاضریم از صف میانه دو همزمان با پا دیک بالا یک حالا سه چار حالا یک دو حالا سه چار حالا رو ببینید اصلا تو عکس اجرا که هیچی بین دهان این شکلیه هیچ کس این شکلی نیست خودم اصلا نمیدونی این شکلیه میدونی چرا به خاطر اینکه اگه این شکل کنی اینا قفل میشه و وا نمیشه به خدا نمیشه گوش میدیم نخندین من این واقعا بار هزارم شده دارم اینو میگم و بدون اقراق بریم متشکرم بریم بقیهش فرپه بریم گوشون امروز من این تمرین جدید دارم توی فرپه جدید که نیست رفتیم فقط میخوام دو دست بریم با تسلط باشیم روش
اونم چیه؟ ببین منو یه دقیقه گوش کن، بشین گوش کن، من نگاه برام قلب و ماش بفرستید مرسی، ولی یه دقیقه تمرین نکنید، بشین ببین. من اول از همه اینکه ارتفاع رو میگیرم، میدونیم که فرپه از بغله و از پشت، از نمیکوبیم، من الان قاطی کردم یه لحظه ببخشید، از کنترل عصبی خارج شدم. میگم یک، میگم دو، میگم سه، میگم چهار، میگم پنج، میگم شیش، میگم هفت، میگم هشت، میگم نه، میگم ده، میگم یازده، میگم دوازده. بعدش میگم پشت بغل ماچ جلو، پشت بغل ماچ بغل، بغل پشت ماچ عقب، بغل پشت ماچ اینجا، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. بریم. اونی که میرم دوبل فراپه سی دقیقه پانشین گوش کن، حرکت فرعی مجددن. چرا دارم یاد میدم؟ به خاطر اینکه خیلی داریم تو کوریوگرافیا، منطقه توی کوریوگرافیا میام با مثلا پلیه انجامش میدم، خب ولی من الان پلیه نمیخوام چون خیلی پلیه رفتیم، میخوام صاف صافیشیم بریم. باشه یه خواهش دیگه، فراپه یعنی زدن، خب در زبان فرانسه فراپه یعنی اینجوری کردن، خب یعنی اینجوری شده. من وقتی میگم فراپه یعنی دارم این دست من یکی داره میزنتش. خب شما وقتی که داری تمرین رو میری با همون شدتی که رفتی جلو لطفا برگرد، متوجه شدی؟ حالا نه انقدر که پا درد بگیره ها، ولی منظورم که شدت داره. خب وایسیم روی بار دو دستی، همه با هم دو دستی بریم فراپه. قشنگ آهنگش، بریم. همه دیم دیم آماده بچسبون، یک برگرد، دو برگرد، بغل، یک برو پشت، دوباره یک، دوباره پشت، دوباره یک پشت برگرد، یک پشت برگرد، بیا اینجا، بذار زمین، بیا عقب، بغل جلو، من ببخشید، بغل پشت 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 بغل بغل پشت بغل جلو، بعد بیا بغل بزن زمین، برو بالا بزن، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، زمین بیا پایین، پای چپ رو بیا بغل ببر بالا، حاضر بچسبون، یک برگرد، دو برگرد، سه برگرد، چهار برگرد، پشت برگرد، پشت برگرد، بغل بذار زمین خسته بیشتر بره، ببرش دوباره پشت، برو پشت بغل جلو، بغل پشت بغل، بغل پشت عقب، پشت بغل بغل، همونجا وایسا، همونجا وایسا، با تمرکز بفرما خودوه بشون، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، بذار زمین بیا پایین، متشکرم. بریم حرکت بعد. یه چیزی، یه پرسش رو پاسخ بدم، توی بغل، حرکت بغل توی فراپه یا از بغل یا از پشته، خب به خاطر اینکه خیلی بچه قاطی میکنن، من دیگه گیر ندادم، هر کی بغل تموم کرد، هر کی عقب تموم کرد، اینشو کاری ندارم. تنها چیزی که خیلی واسم مهمه، انقدر سخنرانی کردم بازم بچه ها از جلو فراپه رفتن. آره حله. یه دفعه وایسیم روی بار، میخوام یه مدل دیگه فراپه انگلیسی هم بریم، باشه؟ اونی که آسون بود، اون چجوریه؟ از اینجاست. خب ترجیحاً همیشه با یه براشه، من وای میستم همه با من انجام بدیم، برو جلو بیا خونه، فلکس پات، برو جلو بیا خونه، فلکس پات، برو بغل، برو خونه پشت، دوباره برو بغل بیا خونه جلو، دوباره برو بغل، برو خونه پشت، دوباره برو عقب بیا خونه، برو عقب بیا خونه، بذار زمین تموم، چپ بیا بالا، برو جلو بیا خونه، دوباره برو جلو بیا خونه، بغل از جلو پشت، از پشت جلو، از جلو پشت، همونجا وایسا، برو عقب بیا خونه، پات فلکس، برو عقب بیا خونه، پات فلکس، بذار زمین، یه تاندو تمام. بریم حرکت نهایی بار.
اول میخوام یه عرش برم. عرش امروزمون این شکلیه. خب این شکلیه که بچه یه لحظه باز بشینید. ببین من یه کامبت ما دارم خب که ایشونو میگم بنداز بالا بیا خونه. خب یه خود و لانت دارم، یعنی به آرامی پایت را بالا بیاور. در زبان باله که حالا زبان فرانسوی هم هستش، هر غلوه غلوه نیستش. از نشد طرف بگه غلوه، ولی فقط منظور بالا بردن دست باشه. این حواست باشه، غلوه یعنی بالا بردن، غلوه لانت یعنی بالا بردن یواش، لانت یعنی یواش. مثلا من الان دارم لانت ما با شما حرف میزنم. گرفتی چی شد؟ پس چیه؟ پس هم میام میگم که اینو من سوسکی میبرم جلو. ببین صاف میمونم و جلسه بیش بچه ها سوال کردن تکون میخوری خیلی، من فقط توی سه رگل خواستت میکنم کلن صافم. اینو تا جایی که میشه تا اینجا میتونی ببر، تا بالاتر میتونی ببر، حتی بالاتر ببر، بعد بذارش پایین برو خونه. یه بار این کارو میکنم، بعدش چیکار میکنم؟ از جلو برش میدارم میبرمش بالا، پسه بطما قطیقه بود اسمش، میبرمش جلو میذارمش پایین میرم خونمون. یاد گرفتیم؟ پس این دوتا رو میخوایم انجام بدیم. خب همه دو دست میان، همه دو دست میان، دستا رو محکمترین توی بار میگیریم، چون بعدا میخوام برم روی سانس علجش کنم. خب بهش میگیم ادرژیو. این یه دونه ایتالیاییه، یعنی یواش میریم. نه شوخی میکنم، یعنی این حرکاتی که به آرامی انجام میشود علمیش میشه. بریم وایسا راست شلوی چا نفس نکشینا. همه حاضر، همه آماده، پای راست شلو وزن پشتیه، پا بالا بالا بالا، بسه بیا پایین برو خونتون. حاضر همونجا وایسا، نفس بود برش دار، برو 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 پسه بطن و قطیق دوفام، ببرش جلو بازش کن، بذارش زمین، برو خونه، وایسا نفس بکش، استراحت کن، میریم کته شور، میریم یواش. بعد حالا پا رو میبریم بالا تا هر جایی که میشه، میذاریمش پایین، همه برمیگردیم خونم، همه از جلو بطن و قطیق دوفام، برو بالا بازش کن، بذار زمین، اون پا تا دسته آخر کشید از نکشه، ببندیم پشت، حاضر شو، بریم 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 دست و خدا بدان سقیه، برو پشت برو بالا، بذار زمین، برو خون، کم تری فشاره پشت بیارا، بعد مواتیقه کدو پیه پشت، بعد مواتیقه پشت، بازش کن، بذار زمین، برو خونه. همه با من، همه با من میری تو اون پایی که باش کار کرد، کدو پا و پای راست، برو خلوه پای چپ تو بردار، بذار سودو کدو به بغل، اصلا تکیه بده عشقو ها، تکیه بده نفس بود، تکیه بده نفس بود، پاتو بیار پایین، پاتو بیار پایین، ایشون همونجا بازو جاش خوبه، بیارش بالا از بغل، همونجا نگرش دار، همونجا نگرش دار، بمونی 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 بمونی، پایی که روشونه نگرش رو بیه کن، اونا همون شکلیه گرده، خیلی کار سخت داری میکنم میدونم، نگرش دار، بازش کن، هر دوتا رو بذار صاف پایین، برو خونه. آماده این بریم پای چپ، خیلی که سخت داری بریم. یه میشه یه قوری بزنم قبل از رفتن؟ میشه پاتون رو اینجوری نکنیم؟ اینجوری هم نکنیم؟ ببین اگه عادت کنی این پا رو اینجوری کنی، خب بابا تا دنسر میشین این نوک پاتون پایینه، خوب نیست دیگه، نوک پا بالا باشه. مگه من بطمان تاندوی پشت میرم این شکلی هم، یا مثلا چه میدونم این شکلی هم، نه دیگه این همونه. ببین نوک پام بالا، نوک پات بالا، باشه قول بدینا. خب بریم، حاضر چپ جلوی راست، دوتا دست روی باله، خب بریم
آماده همه پاهامو میره جلو بکشش برو بالا برو بالا برو بالا برو بالا بسه بودو بیا پایین برو حاضر برو بعد ما قطیقه که اول سوی کدو پیه دوم میریم بعد میریم بالا اسمش میشه بعد ما قطیقه دوم نگرش دار همون که بهش میگم هسته بازش کن بذار پایین برو خونه خانمه هاویشام شدن ما روز درسته بریم بریم بالا بلند کته گوشونو ببر بالا بیشتر میتونی بیشتر ببر بیشتر میتونی بیشتر بسته 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 ببر حل ببندش جلو از همون جلو وردار اول سلو کنه به دو خون تکه ندیا فاصله داره ها برو بالا چی بطمان قطعه بکن بازش کن بقید بزا پایین ببندش کش باری کرد حالا میریم پشت حاضر میریم پشت برو بالا 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 بسته برگرد پایین برو خونه تو حالا از پشت برشتم پاها شبیه مهینا پاها تو به این دوم ماهی نیست شبیه مهینا برو بالا برو پشت واکن بزا پایین برو خونه با دقت با دقت میرم پای چپ وای میسیم پای راست رو میذاریم سوی کلوپی بقل بیان بالا پس بقل تکه نده میتونی نگرش داری پا تو بیار پایین از اینجا پیه کن پا تو نگرده پیه کن پا تو نگرده حل همزمان بازش کنیم همزمان بازش کنیم بیا پایین ببندش تمام همه جفتاش رو موازی دست رو بود برو پشت کمر رو بکش زمین نگاه کن تا جایی که میشه خودو بکشون یک دو سه چهار پنج بس بیا جلو تمام بریم کامبتون همه روی بار وای میسیم من کامبتون نمیدم کامبتون نمیدیم کامبتون جلسه دیگه به خاطر اینکه خیلی کشیدمتون بدنتون دیگه درد میگیره دو دقیقه آب بخورین خب سوال معال هر چی که از جون دل ملینا بفرمایین بعد من بیام بقیش برم سوال دارین جان میگم وقتی که میخوایم پامونو بیاریم بالا پای راستم من خیلی خوب میتونم بیارم بالا پای چپم اصلا یه چیزی بگم کلن توی دانس خب توی رقص همه آدم ها یه سمت بدنشون قوی تر از اون سمت بدنشونه اینم ربطی به راست دست بودن و چپ دست بودن اصلا نداره ها من خودم راست دستم قاعدتا با پای راستم قوی باشه ولی پای چپم خیلی قوی تره خب یکی این دو هر کدوم از پاهایی که بانو فشار بهش وارد میشه رو کمترین میزانی که میتونین بالا میارین پا میبرین هرچی تا یواش یواش اون پای درست بشه ولی این اصلا اتفاق وحشتناکی نیست همه همینن باشه اصلا اصطلاح داریم میگیم پای خوبش پای بدش متوجه شدین خیالتون جمع بشه خواهش میکنم بچه‌ای که داخل لایوین سوال دارین امن و امانه خوش گذشته تا اینجا بریم بقیهش آب نمیخوری آب کلن به حرفای من گوش نمیدین نه یا گوش میدین خوندوشان به آنقو دارین میگین بچه یکیتون برام نوشتن یه لحظه وایسین یه چیزی بگم اگه کسی کلن نه فقط توی باله بعد از کلاس رقص بدن دردای عجیب غریب میگیره یعنی فشار علکی به خودش میاره خب اونجا که من میگم بچه ها بشینین بچه ها هرکی سختشه وایسه نره اونا واسه اینه حتی سر کلاس پیش میاد شما اصلا ایشالله حرفه‌ای دانسر کمپانی یه روز خسته میشه بدن میدونی چی میگم واسه همین اگر که این حالت رو دارین حتما وسط کلاس بیشتر از بقیه استراحت کنین حتما بعد از کلاس دوش آب و نمک بگیرین خب و این کسی که به من گفتن که موقع قندوژام داستاندار میشن کدوم قندوژام کدوم مدلش اینا هم مثلا میفرسین برم سر کلاس نه
من از نزدیک فراپر خیلی ویدیو گرفتم. الان یه دقیقه همین که اینجا میشه نگاه کنی. ببین؟ من پامو میارم بالا. خب میشه تصور کنی که پامو اونجاست. ببین اینجاست و اینجا. خب اونتا پایینشه. ولی فوندوه اینجاست و اینجا. گرفتی؟ شما توی اونی که خم میشی صاف میشی که اسمش فوندوه، فکرم الان خوب نزدیک باشم، شما داری از جلو میاری صاف میشی، اینا همه قاطی میکنن ها. اوکی خب، بعد از اون طرف از جلو میبری بغل، از پشت میبری و اینا. خب ولی فرپه اینیست، فرپه که از پا ثابته، میبینی این دوم پاته. خب اینو میبری جلو، میای خونه، دوباره برمیگری بغل. جلو نیستی یا جلو نیستی یا تو اون حرکت که الان رفتیم ادرجو بهش میگن بتمان دیدلو پر اصطلاحا، خب که پاتو باید باز کنی و این صحبت ها، اونه که از جلو بودم. ما توی فرپ از بغل میریم بغل، از بغل میریم بغل، یا میتونیم توی بغل پشت باشیم یا بغل، فرقی نداره، جفتش اوکیه نسبت به کمبیناسیون. و از بغل از پشت بریم پشت، این حل شد. من منتظر بودم شما بیان بعد توضیح بدم. پرسیدم که کدوم یکی از قندوشان بارو اشکال دارین عزیز دلم، من اون دوباره توضیح بدم. آره ولی تو کدوم حرکت؟ اونو که متوجه شدم، آنقه یا اونی که رو زمین بود؟ اینو به من بگین. این وریا آب خوردین؟ خستگیتون در رفت؟ الان کلی کار دارم ها، با انرژی خدا رو شد. یه دقیقه دیگه هم وایسی من اینو حل و فصل کنم شروع کنم. به من نمیگید کدوم یکی از خوندوشان با بود؟ نه قر کردین. من یه توضیح کلی بدم بچه ها، فکر کنم آنقه باشه، حالا ایشالا که من درست فکر کرده باشم. ببینید این زایده ملینا، من هر جلسه که میام سر کلاستون یه جام درد میکنه. چرا؟ چون ما مجبوریم فعالیت های عجیب غریب داشته باشیم. حالا الان توضیح میدم. بعضی وقتا شما اصلا ممکنه دانسر نباشی، آقا زیاد را رفتی اون روز، خب یه تیکه از ماهیچت خسته شده. خب بعدش اول من اینو بگم، این خیلی برام مهمه، مخصوصا توی آنرده که شما باید تا اینجا پاتو بالا بیاری و انجامش بدی. خب شدیدن کشاله های نون زغزغ میکنه. خب اگر اینجوری هستین، اگر کامل سر کلاسه من نبودین، تازه شروع کردین و امثال اینجور صحبت ها، خواهش جدی دارم که اینو کلن ارتفاع نگیرین. متوجه شدی؟ این یکی از این دومی نکته دعوای خوندوشانبایی روی زمینه. ببین خوشگل من، اگر من بلد نباشم انتقال وزن ها به درستی انجام بدم، خب چه اتفاق میفته؟ کمرم خم میشه اونجایی که نباید این کمر خم بشه، یا بیش از حد رفتم عقب، وزنم اشتباه شده. خب در اثر این پام درد میگیره، مخصوصا ناحیه داخلی بون پا و ساق پا. آره درسته دیگه، بون پا ساق پا، ناحیه داخلی بون پا و ساق پا. خب من باید چی کار کنم برای حرکت؟ روزایی که من احساس میکنم این قسمت های بدنم درد میکنه، ملینا جون اومد که خب من میرم بغل، میام جلو، میرم بغل، میرم پشت، من دیگه پشت نمیرم، اون روز تاندوامو به سمت فقط جلو میرم و بغل میرم، خوندوژامو به سمت دوام کته میرم اصطلاحا. خب و وقتی دارم به سمت عقب میرم، من یه ایرادی دارم، اونم اینه که پامو یه ذره کج میکنم رو به زمین، قشنگ ترنم باز نمیشه، این سوسکی چرخشه رو هنوز دستم نیمده، فشار اضافی و اشتباه به ناحیه رون پام وارد میشه، بعد دردم میاد. اون یکی هم اینم توضیح بدم، توی اینی که آفوندوه بچه این حرکت یه نموره حرفه‌ای تره. خب خیلی فشار به بدن میاد، بچه هایی که هنوز حرفه‌ای نشدن توی این که انتقال وزنشون درست باشه و بتونن روی پا بمینن، خب این حرکت ها یه ذره براشون زوده. خب یه ذره باید زمان بدید توی پلیه و انتقال وزن و نگه داشتن خودتون روی بدنتون وقتی با یه پاتون دارین کار میکنین را بیافتین، بعد اصلا اوکی میشه. حله؟ من همه چی توضیح دادم فکر کنم. سوال دیگه هست؟ برم سر کلاس؟ یه آره ای نه ای ماشی بوسی ادافزی بگین به هم برم بقیهش.
تا دوستمون به من یه جواب بده که حل شده یا نه همه بلند شیم. خب من این توضیح میخوام بدم. ببین عزیز دلم الان من میسام. خب شروع میکنیم با منینا تون 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 تمرینه. هم میخوام خیه رو انجام بدم امروز، هم میخوام تانیه رو انجام بدم امروز. خب اول دو تا حرکت رو انجام میدیم. نگفتین درست شده نه؟ من با ازتون کامنت ها رو ببندم، بعد دوباره آخر کلاس میشینم هر سوال که بود دوباره توضیح میدم. خیلیتون جمع باشه. ببینین بچه ها بلند میشیم. بچه هایی که تازه از رسیده سلام علیکم، مبحثی وجود داره به اسم اپولمان. خب اپولمان چیه؟ مان تو اپولدار هستن برای مثلا مامانمون و اینا. خب یعنی شونه ای، به سمت شونه ای وای میسی. اپولمان خوازی یعنی فاق من بسته است. ایشون اصطلاح اپولمان افست است که فاق بازه، الان واردش نمیشن. من فقط الان امسال با فاق بسته کار دارم. خب چی کار میکنیم؟ وای میسیم اینجا. خب از اینجا میخوان با هم پلیه رو انجام بدیم. اوکی تانلیه رو انجام بدیم. منینا نگاه کن، اول تانلیه رو میگم با خوازه. هر کس یا قاطی کرد دستشو به کمرش میگه، جذب دلیل رو میفته. نگاه کن نگاه کن نگاه کن، میگم پلیه تاندو وزنم رو پای پشتیه با. خب اینجا هنوز من خوازم انتقال وزن انجام دادم، پای پشتی ماچ میکنه جلوی بنده چرخیدم. خب بعد دستامو نگاه میکنم میام پایین، بعد که دارم میرم اینوری من قهر میشم. خب از جلو پاتو بردی پای که قراره بره اونور میره جلوشا. خب اینجا یه انتقال وزن سوسکی انجام میدم، جا فانساف میشه، الانجه میشم، پا رو جمع میکنم. اگه حرفه این که ما شاله همون لحظه میچرخید، اگه گیر داره اینجا که بستی دست دو بستی یه سوسکی بشه کوازه این وری شو. باشه حرکت آخرش یه پیگه تاندو برو روش ببند. سختم بود جا برشتم دینگ. آخری آخری پیگه تاندو آروم این بستم. حله دقت کردی که از همون جایی که شروع کردم حالت بدنم هست دیگه، کاری به جا به جایی روی زمینه ندارم. در نهایت خوازه سمت راست میشم، بعد همین حرکت به پای چپ میریم و قاطی هم کنیم. بلنشین من تو برمون گفتگو میکنم توی تمرین. خیالتون جمع. من تنها خواهشی که دارم اینه که این غیر خوازه و این صحبت ها رو بریم. خب دوازده تا بزن. نه با اینکی بریم. بریم همه وایسی خوازه دیگه پای جلو تاندو. حالا انتقال وز همزمان دستم باشه، نگه دار خودو پامو تو ببند. حالا دیگه به چپ سمت دوربین با ملا دست و نگاه آخریه به به صاف صافی دست رو برو بستم. حالا خوازه بشین یه همه تندوی پشت، همه بریم پشتیم خوشگل و ناز، پا رو ببندیم، همه برگردیم فصل دستتان نگاه. حالا دست باشه اینجا، شما از پشت بیان قاشیه با نگاشی کنیم، برو روش بایستا این و دستت رو علاجه کن ببند. همه دیگه بگه که شروع میکنیم. پلیه وسط پای میسیم با ملا آن فر.
دست دست یک دو الان شد پایین دستت اینجا بیا بالا دستتو نگاه کن دو میگی یه دستت باشه همونجا صاف صافی یک و دو و حالا پاتو بردار اینجا پاها زمین ماها پاشی ماها دیگرش تندو حسه یک دو سه چه پسه من نکنم اوکی یک دو سه چار صاف یک دو سه چار آی کمر صاف باشو 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 دست دیگرش تندو خوازی توی بالا هر چقدر حرکت ها رو تندتر برین بخوام بفکرونین منم که حواسم نیست و من که هیچی اساتید کلن متوجه نمیشن اینا به ذر خودتونه ها خب هر چقدر ما نرمتر برین یواشتر برین من این پلیه رو نمیخوام من این پلیه که پام تا اینجا وازه ولی زانو اومده جلو رو نمیخوام من این پلیه که پام میره پشت کم اینا رو نمیخوام من اینقدر پام وا میشه خوب دقت کن مخصوصا بچه هایی که میگن پا کمر در فلان ها گوش کن اینقدر پا تو باز میکنی پلیه میکنی نگاش کن یه لحظه آیا زانو توی امتداد اون خط بدن هست خدا رو شد بلنش گرفتی حتی تو قامپلیهش آیا زانو تو امتداد بدن میره؟ آیا تو صافی؟ یا وقتی رفته پایین باستن رفته بیرون؟ میگی چی میگن؟ آیا صافی؟ پک بلند شد. نصف مشکل من با شما برشونه که پاتونو خیلی بیشتر باز کردیم. همه رولین تو. یعنی؟ ببخشید. یعنی همه تون پاهایتان را قلطی دیدین به تو. میپوتوجه چی میگم؟ اینجا وز نیستا؟ وز بیرونه ها؟ وز بیرونه. وز بیرونه. گرفتین چی شد؟ وزن اصلی من توی انگشتمه بغل پامه بیرونه پامه بیرونه اینا نکته های کوچولویه که شما این ویدیو رو میبینی میگی من این اون میرم ولی این اون نمیشه چرا؟ گرفتین چی شد؟ دقت کنیم قول بریم سراغ بطمان تامیم پاشیم 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 شروع کنیم نه این خیلی شده یه لحظه بایستا من قصد رو بیان هنگوش کردم سرم دیگه رو منفجر میشه خب این سیده زدم برای خودم هم جدید باشه جدی میگم این با حاله بریم یک و دو و سه و چهار و پنج و شش دست صاف صاف پشتیه یک و دو سه و چهار پنج و شیش دست باز بسته روبه ملا یک قهر کن قهر کن برگرد قهر کن برگرد قهر کن برگرد حالا همه آشتی بازم با پا آشتی بازم با پا آشتی آخریش با پا آشتی همه همونجا بایستی یک خوازه ناز دینگ دینگ مرسی بریم حرکت بعدی شوته شوته رو چپ میریم
پای چپ جلوی پای راست این دری میشیم. خب یه دقیقه دقت کن توی خوازه، مثلا الان پای چپ من جلوه، خب اول از همه که من توی این دوتا گوش ببین یک عدد گوشه مربع داریم، خب بهش میگیم رأس مربع. وقتی که دوتا رأس به هم دیگه وصل میشن یک قطری رو تشکیل میدن، مگه نه؟ این جانب توی این قطره باید باشم تا حدی که میشه. خب و شما زمانی که ما خوازه ای بایستادیم که پای چپمون جلوه، خب من رو به رأس راست مربعمم، من دارم گوشه راست دیوار رو نگاه میکنم. حالا اگر که من خوازه ای باشم که پای راستم جلوه، من دارم سمت چپ دیوار رو نگاه میکنم. باشه؟ حله، بریم با هم ایستیم. بچه ها این پا جلوی این پا جوته میخوام برم. خب مثل باره دوتا رو میکنم بند دوتا همون بعد بریم بقیه تمرین. حاضر؟ دارم با هاتون کار میکنم که یکی برده من نوشته بود تا یک شنبه اندن ایشالا چهار شنبه شب حالتون خوب بشه. شوخی میکنم بچه میدوش میگین اوکی میشه. بریم یه ذره تمرین کنیم که هم خستگیمون در بره هم یه ذره کاری با حال کنیم. ببین یه دقیقه برگردیم روی بار، همه دقیقه برگردیم روی بار. من میخوام این دقیقه یه چیز رو یادآوری کنم حقیقتش. خب اونم درباره یه به من الان چیکار کردم. خب گوش کن، من الان روی سانت تمرین تیه رفتم، بتمان تاندو رفتم، بتمان تاندو جوته رفتم یا بتمان جوته، مگه نه؟ ولی یه سری تمرین دیگه هم روی بار داشتم که هنوز انجامشون ندادم. الان نوبت چیه؟ نوبت هندوژان بمونه. من زمانی که وسط میام خب فقط میخوام اینو برم، انتقال لفظ الان بار جلتون رو دارین انجام میدین، الان همه حفظم. آره پس چی شد؟ پس هم میام میگم یک دو سه چار انتقال، یک دو سه چهار پشت، یک دو سه چهار، همین میشه. همه وسط بریم بدون با دست خوشگل ناز. حاضر همه وسط وایسیم آن فرس. روی فوندو این صحبت هاش نمیریم ها، خیالتون جمع. یه خواهش دارم بچه ها 45 این فکر کنم نمیرم هر چندی که هستی الان هنوز یه سری از عزیزه دل ملا وقتی که تاندو میرم من نمیدونم چجوریه ولی رو دوتا پا وز دارن، خب داغون میشه. نکنیم دیگه، ببین اینجا بمونه اونو ببر جلو. قبول؟ قول؟ حاضر؟ بریم یه آهنگ نیاز بذاریم.
شروع. آفز 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 مچن به دست دو بر. یک دو سه خونه حالا پشت. یک دو سه خونه یه بار دیگه دست ایمن. یک دو سه خونه مون دوباره. خوشگله ملینام و آنفس پای نیستیم، خب جا به جا نمیشیم، اینا رو میذاریم برای جلسه که یه ذره بیشتر را بیافتیم. اول از همه که فوندوی من توی وسط پخته آنخ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه واسه بچه ها واقعا جالب نیست که هی این تمرکز کنن اینو نگه دارن و اینا. خب من از چیز دیگه میخوام، من میخوام به جاش اینجوری بریم. تمرین این باشه که من از پخته ورش دارم، بگم یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش و نفس میکشم باشه که آسون تر بریم. حالا بایستیم یه فوندو بریم عشق کنیم با هم. بریم قضیه داستان بعدیمون. خب فرپل بستیم، نمیخوان امروز کلاس رو به جای فرپل پدبوغه بستیم. نه که اولین باردم پدبوغه کار میکنم، ولی خب پدبوغه مهمه، ما همیزی در مشکل داریم. بارو برده بیا میشه خواهش کنم بچه هایی که تازه از رسیدین، خب ببین این دقیقه من نگاه کن، میخوام اینجوری شما بریم، بگی یک، بگی دو، میخوام که قلوبش رو نفید. خب بگی اینجا 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 دیدی؟
آخرش هم بذاری زنی. یه بار دیگه نشون بدم. دیری دیش دیری دیری دین حالا دن حالا دوش. دیری دیش دیری دیری دی حالا دن حالا دن حالا دوش. بذاری زنی میگی ورش نده. بچه های خودم میگی این 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 این. شما آروم میگی که بچه های دیگه بهتون برسن. یه چیزی کودو پیاس این علف بریم حامده مازور کن کو یه دسته باشیم خواهم که آهنگی آهنگارم براش اصلا فقط واسه همین تعمیل به دردش کار دیگه نمیخور و خیلی خوب شمارش توش خواهم با اون برم براش حاضر دست تو بزن حاضر برداریم از هر بودی دوست داری شروع کنم بردار یک دو سه یه همچین چیزیه اگر من دارم این وری میرم دستم اینجاست این بازه اگر که من نمیشم میبینی اینجاست خب یعنی چی؟ یعنی اینجا که اومدی اینو ور میداری دستتو باز میکنی بو دیری دیش دیری دیری بو بقیسی دیگه اگر برعکسش رو برم چی؟ گوش کنی مهمه این دستش عوض میشه ولی چون دوتا حالت داره من باز فرم اولی رو میگیرم باز همینو بگیری خب یه جا رفتی گفت اینو بگیر توی دودان نگی پس چرا منو نگفت جفتش درسته من میخوام جفتش دست یکی بریم خب از اینجا 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 حل بزنم بهش کنیم بچه میای کنیم روش دیگه خب از سرکت دانسه حالا میخواستم بچه دیگه کاری دیگه کنم شد جست ببرم به بایستم فرشتا بریم یک دو سه پایین یک دو سه پایین یک دو سه پایین آقا فردار عوض بردر دیش یک دو سه پایین یک دو مرسی سه پایین بردار دیشتی برمسه بریم از اینجا بنداز اینجا بالا پایین بنداز دیشتی دیری برو بالا پایین بنداز دیش کدو پیه دقیه بالا پایین بنداز دیش کدو پیه دومه برو بالا پایین متشکرم بریم حرکت بعدی خیلی بسیار حرکات منافردم خواهم فقط در حدی یادآوری که بیاد بیاریم برم برم کار دیگه کنم خوشگله میانه بعدمون دیولوپه میریم از همه عیزه خواهش میکنم از اینا اگه داریم در میاریم جوراب بپوشیم خب هم این یه ذره بعد قلقه هم بعدش میخوام برپریم جوراب بپوشیم جوراب بپوشم جوراب بپوشیم جوراب میپوشیم پوشیدیم تا جوراب میپوشیم چی کار کنم؟ میخوام بتون دیولوپه برم. خب من بتون دیولوپمو یه ذره میخوام که سخت برم. منو نگاه کن جورابو بپوش. ببین از اینجا وردارم. بتون قطیقه جلو دستم باز. پا پایین. الانجه ببندم. دوباره وردارم. دیشترو درو باز کنم. بذارم زمین. برگرده الانجه بره پشت. من چرخیدم. دوباره ور میدارم. پشت میرم بالا.
وا میکنم میذارم پایین، دست و نگاه ببندش، تموم شد. آخر سرش اینو برمیگرد یه قلوب لانت میری عشق و حال زیاد جوش میکنی پوش برمیگردی همون وقت باشه. یه نکته کنکوری هم باز بگم. ببین توی پای پشتی، خب بر حسب که کوریگرافر یه تمرین طراحی کرده وقتی داری پشت میری شما میتونی این شکلی باشی، ممکنه یه جا دیگه هم بگی اون لحظه که طرف از جلو مثلا چرخیدهش، خب بگه ببن افسش کن افسه برو اپلمانو، متوجه شدی که از اینجا باشه هیچ فرقی نداره. خب ما الان تو این تمرین اینجوری بریم میخوام بریم، اونم میخواد راحتی خودش هم بریم. همه آماده؟ نفس نفس پارو وردارم انتقال بس همه میریم بدمون خوتیقه دست و پات باشه بزا زمین آنوشه توی اول جورا پوشیدیم دیگه، متشکرم. بریم باز هستیم دستا پپخ همه دیگه همه بپر همه پاشو بالا وایسا دوباره دیگه بپر بالا پاو تو بکش باسا بازم دیگه بپر بالا با تو بکش باسا دین دینی شماره دو دستا پپخ همونجا نگرش داریم دیگه همه پر بالا وایسا همونجا دوباره دیگه همه پر بالا وایسا همونجا دوباره دیگه همه میپریم بالا فانوسیم دست میم اینجا دست میم اینجا احنا میشه کن تاندو بیا سر جات بریم شانشون تازه وایسیم راست شد چپ دست همینجا باشه ببین توی اصامله گفتم مثل جنبه پدبوغ هست
یعنی چی؟ یعنی اول پای راست میره پشت از پشت شروع میکنی. آخه گیر نمیدیم ما میکنم اتاتون بدیم به پلیه تندو. خب این در امسیه حالت براشه تا تاندو مثل کلاس پوینت نیست. خب این پلیه براش براش بپروش بوس بیا پایین. در واقع من دارم چیکار میکنم؟ روی پا میپرم و دوتا پا اومدم فرود دیگه. خب فقط اسامبله یعنی مجمع، یعنی از این بیسی ها. خب قبل اینکه تو برسی پایین پا به هم رسیده ها، من اومدم پایین به هم وز شدم به هم نمیخ... به در من نمیخوره ها. خب بریم اول پای راست پشت چپ همه با آرامش. خب اینا رو فقط رو با هم بریم خیالت اونجا. یه درخواست، مثلا صندلی داره خب این نیستم دیگه خدایی صافم اینجوری هم نیستم. خب این فقط یه تعادل باشه. قول بریم من موزیک نذارم با نوای صدای ناز من لطفاً انجام بریم خاطی نشه. بریم همه پلیه همه براش ماچ کن بیا پایین. همه پلیه همه براش ماچ بیا پایین. همه پلیه براش بوس پایین. پلیه براش بوس پایین. پلیه براش بوس پایین. تموم شد. برعکس پلیه براش بوس پایین. پلیه براش بوس پایین. قاطی نکنیم. پلیه براش ماچ پایین. مرسی. پلیه براش بوس پایین. حالا آزاد بشین رو زمین اینجا روش کن. من یه پرسونه دارم. خب قدم به هم رسیدن. یه پوتی پجوته دارم. قدم پرتابی سوسکی. زبان محاوره خودمون. قدم پرتابی کوچولو. خب این داستانش چیه؟ این یکی از ببینم مطمئنم یک بار فقط اینستاگرام رو وا کرده باشین. خب یکی عربسک مربسک رو میبینیم میبینیم چی میگن. یکی هم این حرکت رو میبینیم خیلی رایجه، یعنی من فکر کنم واقعا رایشتر از پس هست. اونم اینه که دقیقا من اسامبله رو میرم میگم پیه براش. خب لحظه که پریدم روش پاهام هم بوس کرد، اگر پامو از پشت برداشتم روی پایین دفع فرود میای. آی ملینا دوستم داشته باشین هنوز یاد میگیریم. خب اینو پودوپیه پشت میکنیم. اگر من بخوام تونترشون بدم، ببین الان پای چپ من پشت پای راستمه، همه هم بار داریم، یعنی از ترسم پرسر حرکت ها اینجا من آویزونم که شما این اینو بله بار نگیدا. خب باشه نیست. ببین دیگه براش، ببین پلیه براش اینجا پاس عوض میشه لحظه که پریدی و کودوپیه جلو میشه. حالا مهینا جون مرسی که داری من نگاه میکنین انجام نمیدی. من میدونم شما خفنی ولی الان میخوام 16 دفعه بریم. خب نگاه میکنین دیگه انرژی بمونه دیگه. من میخوام 16 دفعه رو برم یعنی شما هم بریم. ببین حالا اگر جلو بری چی؟ پلیه براش براش آی ماش جلوش بیا. ایشاله وقتی حرفه‌ای تر بشین میبینین که شما مثلا بگی پلیه براش ماچ. خب از اینجا مستقیم اینجوری اینجوری میخوای به پری بعدن. خب متوجه شدی؟ یه ذره فرمش فرق میکنه. الان پس چی کار میکنی؟ این اسامبله ببین پلیه براش بپر بالا ماچ بیا پایین. پلیه براش براش به فروالا ماچ بیا پایین. برعکسش برو اینجا کدوپیه بیا پایین. پایین برو براش براش کدوپیه بیا پایین. بریم یه بار تمرینش کنی. بلنش بلنشین. راست پشت چپ همه پیه براش به پروش کدو پیه پایین. پیه براش به پروش کدو پیه پشین. پیه براش به پروش کدو پیه
راستم پشت چپمه. توی این حالا جایی که ما بودیم به ما میگفتن که سعی کن تمرین، رقص، هر کاری که داری میکنی همون جوری که شروع کردی تمامش کن. خب توی یه سری از آکادمی ها برعکسه، میگن اگه مثلا من راستن این مدلی بوده آهنگ کوتاه‌تره، وسطش مقطع میشه، من اینجوری واسدم که از این شروع کنم. و این وضعی تو همه حرکت ها هستا. مثلا داریم بطمان تانو میریم، به جایی که مثل همیشه من بگم بچه ها من فنا به سارینا، ما عقب تموم کردیم وانیسیم موزیک که شروع شد از عقب شروعش کنیم. این قاعده رو از الان یاد بگیریم. داستانشیه بیاییم وسط. خب خوشگله مرینا، ما امروز یعنی الان میخوام یه سری کار هیجان انگیز کنیم. خب اونم اینه که من میخوام بهتون یه داستانی رو یاد بدم به اسم چرخیدن. ببین ما هنوز پدوبست یاد نگرفتیم، پپولکا یاد نگرفتیم، از این سیچتا یاد نگرفتیم که الان آدم میگم بچه رو میگم چی داره میگه. خب چون یه سری از درسنما خیلی تو دست نیست. من قبلش میخوام اول یه سیستم سمت بریم. سیستم کدوم بود؟ گفتم سیستم مدلای مختلف داره. من سعی کلاس فقط میخوام بپرم بوس کنم بیارم جلو ماچ، بپرم بوس کنم بیارم جلو پشت، بپرم بوس کنم بیارم جلو ماچ، بپرم بوس کنم بیارم جلو بوس، بپرم دیری 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 دی دیش دیری دیش دیری دیری دی. این رو دقیقه سریع بیام بعدش من بیم چرخیدن رو بگیم سریع بودو 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 آخر شد. همه یه بوس جلو ماچ آماده بقم، همه دیگه اینجا بذار بقل ماچ برو پوش، همه دیگه بردار کورو بیه ماچ برو پوش، حالا دیگه جلو جم حالا دیگه بقل جم. بس بریم حرکت بعدی. بیا وسط وایسا، خوب به حرف من گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن. اول با من دست کمر آهنگمو بذارم با آهنگش بریم. ما یه وقت خیلی خفنیم. ببین من الان میخوام چیز کنیم پلیه تو ما بریم. خب دستت به کمر تو، همه پلیه تو غلوه پایین، پلیه تو غلوه خودتو نگه دار پایین، دوبار پلیه تو خودتو نگه دار بیا پایین، دوباره دیگه دونه خودتو نگه دار اینجا هست، دوباره دیگه دونه خودتو نگه دار بیا پایین، دوباره دیگه دونه خودتو نگه دار بیا پایین، دوباره دیگه دونه خودتو نگه دار پایین، دوباره دیگه دونه خودتو نگه دار بیا پایین. حالا جا عوض پلیه گوش کن، اینو پس نکن روی پات بچرخ بیا پایین، خودو به نمیدیم همه پلیه همین روی انگوشت پات بچرخ، اینو بعدش پس نکن بیا پایین تمام. یه تمیه دیگه است من حاضر پلیه همه تو خودتو نگه دار، کسی روی انگوشتش نمیدیم بذارش پایین، یه بار دیگه پلیه تو بیا پایین، پلیه تو بیا پایین، پلیه تو بیا پایین، پلیه تو اینجا نگه خودتو روی انگشته پات به هر سمتی که دوست داری شروع کن بچرخ و سعی کن تعادلت به هم نریزه. باشه بریم آماده، یه نگه دار بچرخ دینگ وای سا، یک چامیچه میخوام بچرخیم، یک چارون بچرخ خودتو نگه دار وایسا، بچرخ دوباره بچرخ خودتو نگه دار وایسا، بچرخ خودتو نگه دار وایسا، بذار زمین عوض کن. حاضر بچه هم نمیخوام بچرخیم شد ده دفعه گفتم خواه خودتو نگه داریم، بچرخ یک چارون خودتو نگه دار، 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 پاتو بذار زمین، پاها جلو، دستا جلو، خودتو بکش پاشو، برو گوشه وایسا. میخوای انا چیکار کنم؟ میخوام قدم بزنم شیکی میخوام بس میخوام یه دوتا کوگرافیه نازه داریم و
بعد دیگه بریم سرت کنیم. خب ببین من میخوام ازتون که حالت آماده واسمون گوشه، هر گوشه که دوست داری، هر پایی که دوست داری، ببین کی الان یاری میده دیگه همون. خب اینو پیه بذاری جلو. خب بچه هایی که واقعا تازه با من کار نکردن فقط نگاه کن اینا، چونه میگه نگیم اینا. ببین میری روش دین 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 یه بار دیگه نشون بدنم. ببین فقط داری قلوه را میری، فقط یه ذره از حالت تکنیک آوردن تو بیرون. گرفتین اینقدر باسون؟ بریم پس میگیم چی از اینجا. خب شروع میکنیم میگیم این اینجا، برو با من، بیا بیا بیا، همه آماده، همه حاضر، آماده، همه پیه است، اوشون تاندوه، بریم. ببین من ترجیحاً پایی که عقبه اون دست رو میفرستم جلو، شیکتر، برو روش، بریم پاتو جارو کن روی زمین، پاتو جارو کن روی زمین، پاتو جارو کن روی زمین. حالا دست و پاتو عوض کن، بیا پایین استراحت، حاضر، هر پایی که میذاری جلو دستشو میکشی، قبول، آماده، آماده، آماده. بچه این حرکت از اون سوسویی که میریم در همه کلاس و همه مواقع یه ذره سخت‌تره، یه ذره چی هستم، خیلی سخت‌تره، مهمه، مهمه. بچه هم که تات کار میکنن از این کار کردن، این فقط فقط باله نیست این قضیه. بریم میذاری پشت، خب موزیک موزیک هم بدش کن، اینو برو، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هیفده، وسط وایسا، نفس فوت، بیا پای. یه موزیک میذارم، یه نینای ریز بریم و بریم سرد کن. خب دیشب چه موزیکی پیدا کردم؟ آها بچه هم مطمئنی کستم این کدوم موزیکه خداییش، ولی دیشب که پیدا کردم خیلی دوستش داشتم. بریم گوش کن قبل که شروع کن. اصلا میخوام یه سری کار رو کنم که تا حالا نکردی. یه این نگاه حلاله، نگاه میکنی حرکت رو انجام میدی. نبینم اینجا وایسی من نگاه کنی نه حله، اصلا فکر کنیم بلد یادتون رفته. یه این نگاه قبول، بریم
من 7 دقیقه است. همین عالی بود. سختی نبود بچه. دیدین چجوری با ادرژایی که یاد گرفتیم بازی کردم؟ دیدین سوسکی توش قندوشان میزدم براتون؟ دیدین خیلی پیچیده نیست؟ و یه چیزی دوست داشتم از من بریم. ببین من بخوام یواش یواش وارد این بشم برای شماها، خب که ما یاد بگیریم بچرخیم. خب چقدرم قشنگ چرخیدم. یاد بگیریم بچرخیم. توی چرخیدن اون چیزی که مهمه این نیست، این نیست. اون چیزی که مهمه اینه که ما یواش یواش یاد بگیریم روی پامون متمرکز باشیم. یعنی چی؟ هر چقدر شما توی خونه شروع کنی هی سوسکی بری رو انگشت این در میاد، چون خیلی ها هستن حتی موقع چرخیدن پریبت نمیرن، خلوه وانیستن و شروع میکنن میچرخن. میدونی چی میگم؟ پس یواش یواش میخوام وارد این بشیم که توی رقصامون این شکل دایره رو بتونیم در بیاریم. و از همتون میخوام، اولین بار دارم مشق میدم و سری که داشتم باور میشه ولی بایده، از همتون میخوام اگه زمان داشتیم، تایم داشتیم، مخصوصا بعد از دیدن این جلسه توی خونه، دستتون رو روی بار بذاریم. خب هی با بار روی پاتون مقطع بچرخید. هر چقدر یواش یواش رو تمرین کنی میتونی روی پاتم بیای. متوجه شدی؟ چون من میخوام یواش یواش بنام تو این تمرینه. خب همه بشینیم روی زمین. خب من همیشه یه آهنگ ایرانی میذارم واسه بچه که خارج از ایرانم، و آهنگ خارجی بذارم برای بچه که داخل ایران. میبینی کار خدا رو؟ بریم آهنگمون خوب یک ثانیه اجازه بدیم من موزیکو بیاوریم. بشینیم روی زمین. خب خدا شکر که دم رفتنمون قاطی کرد طبق معمول. بدش کن دیگه. اوکی بزن تنده ها. بشین پا پشت نفس می خودتو بکش عقب، پاها باز، اینه بچه گیر، یه ذره برو روش، خودتو نگه دار، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, پاها بیا داخل، برو پشتش بشی، پارو بفرست جلو، اینه بچه گیرمون رو چرا میسازنم، برو جلو، وسط، جفت آزاده ها، پاهات آزاد، تو فقط برو وسط، بشیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بسه. پا تو همه چسبون. بیا داخل. پا تو بگی بذار بسید. سر تو بذار بسید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 یه دونه جا. یه دونه. پا تو نگه. بریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 بیا بالا. پاها آزاد، جا پاها آزاد. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 نگهدار. بیا بالا. پا توی بدن حاضر. پاها بره چپ، سر میره راست. دستا بغل بدن، شکل بغل بست. 1 نفس بود 2 نفس بود 3 نفس بود 4 نفس بود 5 نفس بود 6 نفس بود پا بسر، جا عوض، این بر نگاه بریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 پا تو بسر، پا رو بفرستیم بالا، بکشش فلکس با همه وجود، فلکس با همه وجود، بدش کن پاها بالا، زانوها جمع، زانوها برقر. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 همه قل چپ، دست راست پایین، بلند شه با دقت. این نیجامون دست هم میزنیم نافم. خب دست هم روی نافمه. اوکی اینجوری. اگه رو داره سر میزن سر پا هم یه ذره بازه، یکیشو میارم داخل، ترجیحمون که بیشتر درد داره. بشمار 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
جای پا عوض. بچه دستتون دور نافتون. یک فوت، دو فوت، سه فوت. دست روی زمین، پا این بچگی بزرگ شد رو به رو. از پشت بگیم کله رو زمین بیارم. بشون یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه و این با یه دقیقه باکس همونجا بمونیم. نفس بود دست زنی بیا بالا، پاتو جمع کن توی بدنت بشین، دست تو بذار زنی، سر تو بذار زنی، نفس بود. حالا دست تو جمع کن بکش جلو، یه ذره تو بکش جلو، سر ترکیم دست بغل پا، پا بیا داخل آروم مثل همچین. آخرین جایی که برو نگاه کنه سر خوش خواهش میکنه، برو دیوار این شکل، دو تا دستت رو به دیواره من از رو برو این شکل میشم. اینه یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده عوض. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده عوض. حالا شما آروم بشین روی پات، دست توی زانو صاف میشین، پاتو ببند موازیه، برو وسط. خیلی یواش شد، چه خبره؟ یواش شد. حالا نگاه کن وزن توی دستت باشه لطفا. بچه یه ذره درد داره خب؟ حالا دست بیا جلو، پاتو هم بست کن، بشین روی انگشتای پات، وزن رو بنداز روی دست، انگشتا خستگی شده، سوسکی پا رو برگردون. بچه نشینی روش رو رو دست باشین، رو دست باشین، همه رو دست، همه رو دست، همه رو دست، همه رو دست. حالا پا رو برگردون بیا روی پات بشین آخرش. همه سلامت، همه خوب بودر شد. خب اینجا بگرد رو بودر. نفس نفس یه بار دیگه بلند شو، پای راست تو بگیر، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده زیرش، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده این بریه، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده باش، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. دست بکن دستا بالا، برو سمت راست تا جایی که شد، برگرد و عصب دست بالا، برو چپ تا جا که میشه، برگرد و دست برگرد بشین پاشو، دست بالا سر بشین پاشو، همه آروم بشین 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 بشین، دست رو زمین، پا رو با کنیم، پا رو بیاری داخل. گوش کن گوش کن، این خوزک هست، زیر خوزک یه جا داره خالیه انگار. خب خیلی یواش رو فشار بده، نگاش کن یه ذره ها، یه ذره. حالا شروع کن دایره بکش به هر وری که دوست داری، بعدش برعکسش یه دونه دایره، تو همون دایره این خالیه تو پاک در دوره خوزک، زیر خوزک. دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. حالا همین پایی که نگهداشتی رو خواهم بگذاریم، گوش کن، همین جایی که نگهداشتی چهار تا انگشت تو ببین، خیلی فشار نمیدی یا چقدر جیغ زدم گفتم، آروم بذار روی این چهار تا، هر جای پات شدن دومه نقطه نیستن همونه همشتن هر، ولی روبروی پات بذار، یکی رو داری احساس میکنی، فشارش ندی یا فشارش ندی. خب همه میریم تو پامون میان بیرون، میریم تو پامون میان بیرون، میریم تو پامون میان بیرون، میریم تو پامون ایوا میان بیرون، میریم تو پامون میان بیرون، دستم اینجاست هنوز، میرم تو پام میان بیرون، میرم تو پام میان بیرون، ولش کن. حالا الان پا تو کلا ول کن،
نوبت چیه؟ نوبت اینه که پا رو بذاریم داخل بدن، بشینیم روش. خب دست رو میذاریم دوتا پشت کمر، سر رو روی زمین، خیلی همش. بچه آروم دستتون رو بذاریم هر جای از کمرتون که احساس میکنید درد میکنه. دیر الان من چجوری احساسش کردم، همون وقت میذاری پشت، یه ذره یه دایره ریزی میشه بگی خیلی فشارش بدی. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، برعکس. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه. بچه بلند میشیم، پاتو بگی با یه جایی که بتونی بهش وصل باشی، ترجم این شکلی دستت هم بذار همون جایی که درد میکرد. خب یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت شده، تمام شد. این در ببین عکس دارم میرم. خب چون من خیلی امروز بازتون کردم، درش این دارم از این حرکات میرم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده. فلش کن، دست رو بکش بالا، چشتو ببند، پاتو من بچستون، نفسه تو سینه حبس، چشتو ببند، چشتو ببند، من مجرم نگاه تو کنم، چشتو ببند، برو بالا، بیا پای، برو بالا، بیا پای، نفس فوت، نفس حبس، برو بالا، بیا پای، دست باز شه، چشا بسته همچنان، نفس ها رو بدیم بیرون، نفس ها داخل، نفس ها رو بدیم بیرون، نفس ها داخل، نفس ها بیرون. مرسی که امروز با من اینا کردی. بچه هایی که توی لایوین بودویم بیان بگین چه خبر. بچه های داخل اسکایپ چه خبر؟ نه یه دقیقه ببینم شما هنوز هستی یا بچه ها در رفتن؟ بچه ها فرار کردن از کلاس، چی شده؟ نه هستین هنوز، علکی گفتم بکم رفته خودی. بپرسین ازم خوشگلا سوال. سوال داری؟ بچه ها سختتون که نیست کلاس، حتما به من بگین. شما سوالتون حل شد اونجا گفتین قندوژامینا. هر سوالی که هستش الان از این جلسه امن و امان بود. و یه خواهش دیگه به هم بگین که حرکات آسون بود نسبتا. این وریا یه اشاره کنی آسون بود؟ بچه ها میگن اینجوری بود، اشاره ها آرونه نیست چیزه آره، یه تو رو دواسیه. سوال دارین؟ یه ثانیه سوال دارین خوشگلا؟ خدا روش. اگه سوالی نیسته شما هم خسته نباشی. مرسی از تک تکتون که همراه بودین. آسون نبود ولی خیلی خوب بود. نه خیلی نداشت، خوب بود، یعنی آره متوسط بود. پس اکثریت نظرت همون نه خیلی سخت نه خیلی آسونه دیگه. حالا ما یکی درمیونیم، جلسه بعدی باحال‌تر میشه. چشم حواسم بیشتر جمع میکنم. قربونتون برم، مواظب خودتون خیلی باشین، میبینمتون هفته دیگه. اگر بعد این ویدیو دیدین هر سوالی که بود حتما ازم بپرسین. باشه، خدا نگهدارتون، خدافظ.